حالا میخواییم بریم براتون بگیم که چقدر شبیه بوده مبارزه اول حبیب با مبارزه آخر اون. همونطور که مشاهده میکنید اینجا بسیار 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 جوون هستش و میخواد اولین مسابقه MMA خودش رو انجام بده. همونطور که میبینید لباسش رو در میاره و آماده میشه که وارد رینگ بشه برای اولین مبارزه MMA خودش. شاید اینجا هیچ وقت فکر نمیکرد که بهترین فایتر تاریخ بشه. شاید هم مثل خیلی از آدمهای موفق مطمئن بود که یه روزی بهترین فایتر تاریخ خواهد شد. میریم براتون یک گزارش ریزی داشته باشیم این بازی رو، یا به قول خیلی از دوستان مبارزه رو. میریم سخن رو کوتاه کنیم و مبارزه رو براتون گزارش کنیم. اینجا حبیب داره حریفش رو میسنجه، مثل تمام فایت های MMA اول بازی هم دیگر رو میسنجن. حریفش یه لو کیک میزنه و حبیب چون کشتیگیر قدیم بوده و از کودکی کشتی میگرفته، دنبال فرصتی هست که بتونه فنون کشتی خودش استفاده کنه، ولی حریفش هم بسیار بسیار آلرت و آگاه از این موضوع. یه دونه هوک محکم میخواست بزنه که نمیشینه روی صورت حریف. با دست چپ میخواست هوک بزنه که البته یه لوکیک خورد باز. هم دیگر رو دارن میسنجن در میانه یه رینگ. همونطور که میبینید اولین مبارزه خیلی حساسه، به خاطر اینکه عیار طرف مشخص میشه. حریفش میخواد نزدیک بشه بهش. حبیب با یک اعتماد به نفس خاص یه لوکیک محکم دیگه هم میخوره. همونطور که میبینید یه لوکیک دیگه، حریفش هی داره لوکیک میزنه به حبیب. اینجا چی کار میخواد انجام بده؟ یه لوکیک دیگه میره برای زیرگیری، انگار میکنه مچه پای حریف رو میگیره میتابوندش. همونطور که میبینید میاد تو ساید پوزیشن. چقدر عالی و زیبا این کار رو انجام میده و سری میاد تو مانت پوزیشن، پوزیشن برتر. خیلی 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 این صحنه هایی که داریم میبینید رو دقت کنید، این صحنه ها شبیه به صحنه هایی هست که در آخرین مبارزش به وجود اومد. پارو میبینید میخواد که قلاب بکنه، دو تا ضربه میزنه توی سر حریف برای اینکه دستاشو حریف بل کنه. یک آرنج هم میزنه، ببینید، برای اینکه حریفش قلاب کرده دستشو. فشار زیادی رو تحمل میکنه حریفش، دستو میزنه میره برای اینکه آرمبار بکنه، همونو سویچ میکنه رو تراینگل. تراینگل چوکو صرف میکنه. حالا خیلی از دوستان میگن فارسی بگو، من نمیدونم بگم مثلث خفه چی بگم، ولی تراینگل چوکو میخواد بگیره و تراینگل رو قفل میکنه. خیلی شبیه به صحنه ای هستش که در آخرین بازی دیدین، جاستین گیجی دقیقاً به همین صورت چوک شد و خفه شد، همین حریفش هم به همین صورت و 20 ثانیه اینا تقریباً بیهوش میشن به علت اینکه اکسیژن به مغزشون نرسیده و بعد از لحظاتی به علت اینکه ول کرده حریف رو اکسیژن برمیگرده و حریف میتونه به حالت عادیش برگرده. اما همونطور که مشاهده میکنید این صحنه دقیقاً عین مبارزه آخری هستش که حبیب انجام داد. این براتون عجیب نیست؟ اولین مبارزه بهترین فایتر تاریخ دقیقاً شبیه به آخرین مبارزش هست. همونطور که میبینید حریفش هنوز به هوش نیومده، یواش یواش به هوش میاد. مربیاش میان بالای سرش و اینجاست که میبینید دست حبیب بالا میره به عنوان برنده، همدیگر رو بغل میکنن. چه صحنه زیبایی، چه صحنه زیبایی. میبینید که حریف رو بلند میکنه و میره از مربی هم تشکر میکنه. خیلی اخلاق خوبی داره حبیب و به هر حال از مسلمانان خوب داغستان است، فایتر بسیار خوبیه، کشتیگیر عالیه و این هم اولین مبارزش بود که برای شما به نمایش گذاشتی. ممنونم. از این برنامه ها براتون زیاد داریم، ولی لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد کنید. همونطور که میدونید یکی از بهترین فایترهای UFC و MMA حبیب هستش، ولی این رو نمیدونستین که فایت اول اون خیلی 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 شبیه بود به فایت آخر اون. میریم یه معرفی کوتاهی داشته باشیم از حبیب نورمحمدوف یا حبیب نورماگمادوف، ولی باید بدونید اسم کاملش حبیب عبدالمنافویچ نورماگمادوف هست. زاده 20 سپتامبر 1988، فایتر مبارز ترکیبی حرفه‌ای یا مبارز MMA و از قهرمانان سبک وزن مسابقات UFC هستش. او از آواره های مسلمان داغستان روسیه و نخستین مسلمان قهرمان مسابقات
UFC هستش. از وی به عنوان مبارز شکست ناپذیر و یکی از بهترین مبارزان رزمی تاریخ یاد میشه. نور محمدوف در 7 اکتبر 2018 با پیروزی بر کانر مکگرگر قهرمان سرشناس UFC تونست از عنوان قهرمانی خود دفاع کنه. پس از کسب 29 برد در رقابت حرفه‌ای که در برابر جاستین گیجی در رقابت UFC 254 داشت، با دفاع مجدد خود از اون قهرمانی به خاطر مرگ پدرش از رقابت‌ها خداحافظی کرد. و در نهایت میریم که یک سری از صحنه‌های زیبا رو هم براتون به نمایش بذاریم از کشتی و تمرینات قدیم حبیب.